آقایون هم میتونن بدن هم میتونن بکنن. از نظر من نوعی چرا مردها چشمشون سیر شده؟ چرا سیر شدن؟ به خاطر وجود جک و جنده هایی که هم ترنس ها زیاد شدن هم خانوم ها زیاد شدن. یه زمانی مگه مثلا دختره مثلا میتونست بگه من دختر نیستم، من باکره نیستم. الان برو اندرسکو دختره 13 سالش اومد اونجا التباس کیر میکنه تو خیابون. معلومه خوبه. پسره هر چی میخواد دم دستشه. خب من واقعا با حرفای تو موافقم. ببین یک سد مثلا حالا چیزایی که خواهرای من مثلا دوستای من تعریف میکنن میگن دهه 60 فقط پسره یک سال طول میکشید که دختره شمارهشو بگیره. آره دهه 60 که خواهر میگفت مثلا یک پسر دنبال من را میافتاد، مثلا خواهر من میگفت من با یکی بودم 7 سال دوست بودم، اصلا دست نزده به من فقط دوست بودم، تلفنی صحبت میکنیم، 1 سالم طول کشیده بود که من شمارهش رو بگیرم. الان چی؟ الان دخترها و مثلا امثال منو که کونی زیاد شدن مثل جمیل جنده شدن اینا، خب اینا میرن جلو، همه جلو پسرها اینقدر دادن و مثل ماها خراب کردیم جامعه را، دخترام همینطور. آریا، من دیشب رفتم پارک های تریه، خب و فکر دخترای 12 ساله 13 ساله با 4 تا پسری که اصلا آدم عقش میگیره، یعنی مثل یه شلنگ قلیون لاغر، لباسای لشت، همه نشستن گل میکشیدن، اصلا افتضاح افتضاح. بس فکر کرد اینا مثلا از نظر خانواده چه خانواده ای؟ اگه من نوعی آزادم به قول تو، من هرچی باشم ذاتن پسرم، خب من بله پسر نیستم، من حجب و حیا ندارم، من پرده ندارم، من یه سری چیزها رو ندارم، برای من بد نیست ولی برای دختر خیلی زشته. من اصلا نمیدونم. دقیقا. ببین درسته، مثلا من جمیله فرشته اگه ما هر کاری میکنیم تو مجازی کس میدیم، جمیله درست بشین، دارم جدی صحبت میکنم جمیله، اگر امثال مثل من جمیله فرشته آزادی سکسی صحبت میکنیم، چون ما حرمت نداریم، ما لذت داریم، ما زن نیستیم، ما پرده بکارت نداریم، ما بهش لای پای ما نیست، بهش لای پای دخترونه، ما آزادیم، ما جسممون بالاخره، ما مرد به ما مردیم بالاخره، لاپامون کیر داریم، درسته زنونه ایم، درسته ظاهرمون زن است، کارمون زن است، مثل زنا کون میدیم یا کس میدیم، ولی در کل anyway finally ما لاپامون کیر داریم و که هیچ کسی از ما انتظار نداره که ما خوب باشیم، ولی از یک زن، از یک دختر جامعه انتظار داره، چون زن حرمت داره نه لذت. درسته؟ آره واقعا. نظر شما چیه رامین؟ نظرم کاملا با نظرت موافقه. اصلا آریا تو وقتی حرف میزنی کلا، ببین حرفات اصلا آدم دوست داره حرفات رو گوش بده، حرفات واقعا انقدر متینه، آدم لذت میبره از حرفات. خب بالاخره یعنی من اگه اینقدر میگم، آره بگیم، اگه من که میگم تو مجازی میگم کونم کونم، حتی بابام هم مادرم هم ناراحت نمیشه، چون میگه بابا پسرم لاپاش کیر داره هنوز، کس که نداره که مثلا من خیلی ناراحت بشم، دختر باشه حیا داشته باشه، اون پسره، درست سینه داره آرایش میکنه کون میده، ولی بالاخره بازم مرده، خیلی چیز بدی نمیدونم، ولی زن حرمت داره نه لذت. به خاطر همین من همیشه به خاطر همینه که لایوام زن نمیارم بالا، چون من هیچ وقت نمیخوام که، چون لایوام من همش سکسی و فانه، نمیخوام هیچ وقت حرمت یک زن شکسته بشه تو لایو من، مثلا یه لاشی مثل رامین بیاد یک سوال سکسی بپرسه ازش. نه قاریان اینجا یکی نوشته که شما همتون عقده زن شدن، شما همتون عقده زن شدن دارین ولی هیچ وقت باید تو خواب ببینین. ببین عزیزم، من علمی رو میگم، اگه من نوعی بخوام عمل کنم، هم قیافشو دارم آریان، هم تو بهترین کشور دنیایی که بهترین دکترها اونجاه،
هم ظرافتش رو داره، پولش رو داره، بهترین کشور دنیاه. من نوعی جمیله، میتونی با یه پرواز چندین ساعته بری تایلند، بهترین جراحی تو انجام بدی بیای. ولی آخرش چیه؟ آخرش اینه که تو میشی آدم افسرده، نه ارضا میشی، نه سکس دخول کاملی داری. الان تمام چنجی ها میاد تو لایو میگم من راضیم، ولی گوه میخورن. من 90% دوستام چنجی هن، مثل سگ پشیمونن. درسته. میان اینجا میشینن تو خونه من مثل سگ پشیمونن، یعنی یه حرفایی میزنه من دلم میسوزه براش. بعد چرا مثلا میای تو فضای مجازی میگی من راضیم؟ راستشو بگو، بگو آقا من یه گوی خوردم شما نخورید، مثل طناز مهربان میگه من کردم شما نکنید. واقعا تناز الان افتاده گوه خوردم، من چیزاشو میبینم، یعنی نه مثل سگ داره بابا، گوه میخوره. همه یه چینجی ها همینن. یه چینجی بیار که مثلا اللحاظ روحی روانی سالم باشه. من که تو دور و برم ندیدم هزار تا دوست چینجی دارم. دیگه هر که بستگی به عقاید خودش داره، ولی خب الان به نظر خودتان از زندگیتان لذت میبرین یا نه؟ پشیمانین؟ چرا راضی نبریم؟ هستید با زندگی؟ چرا نبریم؟ چه فرق بین من و تو نوعی هست؟ تو نوعی در طول روز چه کاری میکنه که من فرشته نمیکنه؟ یا تو نوعی مثلا چه آپشنی تو ایران داری که من فرشته ندارم؟ هیچی، هیچ فرق بین ما نیست. تازه ما از نظر عشق و حالی مطمئن باش خیلی بیشتر از دختر پسر عشق و حال میکنیم، چه از نظر مهمونی، چه از نظر سکس، چه از نظر مادیات، از هر نظر بخوای. الان یه چیزی بهت بگم فرشته خانم، ببینید من الان خب میدونین که خب ما وقتی یکی عمل میکنه ارضا نمیشه، ولی ماهایی که منی که من هنوز کیرلا پامه، منی که مثلا از تو کون دارم میدم، میدونید که آبی که از تو کون بیاد چقدر صد، اصلا هیچ، یعنی هیچ کسی نمیتونه تجربه کنه. یعنی وقتی که یه کسی تو رو میکنه و تو ارضا میشی و کو آبی که از پروستات بیاد، از تو سوراخ، از نقطه جی کونت بیاد، اون آب اصلا نمیشه با هیچ مقایسه کرد، با 100 کیلو طلا نمیشه چنجش کرد، انقدر لذت داره، انقدر لذت داره نمیدونید. ولی اگه من بخوام کیرمو ببرم دیگه اون لذت رو ندارم. الان یکی میاد من از تو کون میکنه، من جغ میزنم، یعنی وقتی آبم میاد میپاشه روی کل دیوار. ببینید به چه آرگاسمی من میرسم، چه لذتی داره. ولی الان من بیام چنج کنم، کیرمو ببرم، خایام ببرم، آب تو کسننم بیاد، نمیاد دیگه، افسرده میشم. آریان اگر یک نفر 1% بخواد عقلانی به این موضوع نگاه کنه، مگه ماها واسه عمل نمیریم تایلند 600 میلیون 700 میلیون هزینه میکنیم؟ چرا تایلند شده مرکز دو جنسه های جهان؟ همه شیمیلند، همه بالا تنه خانم پایین تنه شنبول دارن، چرا اونا عمل نمیکنن؟ چرا عمل نمیکنن؟ چون دارن، ببخشید گفتی کجا؟ ایتالیا، تایلند، تایلندی که ما تایلند همین تایلند الان تایلند بیزنسش فقط سر ایرانیاست. ایران مردا میرن اونجا کس میکنن، مرداشون هم میرن کس میذارن. خب الان اگه میگه به به، خب ببخشید، میگه خودشون دارن اشغال میکنن، کیرشون رو دارن، پونشون رو میدن، جغ میزنن، فقط بیچارا بچه های ما رو بدبخت میکنن. دقیقا. خب الان چی؟ آره ما همه میریم تایلند عمل کنیم، به خاطر چی؟ که یک جامعه ما رو بپذیره. ولی تایلندی ها خودشون لاپاشون مثل خرکیر دارن، کونم میدن، آبشون مثل دنیا، مثل دریای اطلس آب داره، ولی بیچارهایی که ایرانیایی که میرن اونجا، مردا میرن اونجا که عمل میکنن کس بذارن که آبشون هم نمیاد، بعد میگردن افسرده و خودکشی میکنن، مردم که میرن اونجا کس میکنن. فکرشو بکن. خب الان تایلند دیگه بیزنسش فقط با ایرانیاست دیگه. آره دیگه، فکرشو بکن چقدر دیگه ما بدبخت شدیم که بریم تایلند، بریم کسای چینی چشتنگای سیاهی مثل قورباغه رو بکنیم. یعنی چقدر دیگه مردای ایرانی بدبخت شده باشن که برن تایلند، اون قیافه هاشون که شبیه موش مارمولک، بدنای سبزه سیاه چشتنگی که اصلا بلد نیستن یه کرم پودر بزنن، بعد مردای ایرانی میرن اونجا کس میکنن، بعدم خوشحال برمیگردن ما رفتیم تایلند کس کردیم.
در بعد صورتی که بهترین کسا رو ایران داره. آره هم میبینی کلامه میدونست تایلندی ها به خاطر رژیم غذایی و اون چیزی که هم استفاده میکنن به خاطر اون نوع غذاشون که میخورن همیشه بوی سیر و پیاز و بوی گوه میدن. اصلا من یک تایلندی میبینم، چینی میبینم، بالا میارم. من حاضرم همین الان به من 2 تا قرص برنج بخورم، ولی 1 دقیقه تو تایلند و تو چین و کره و ژاپن اینا پامو نذارم. بگن تو آخرین، تو فقط یه جا میتونی زندگی کنی، زنده بمونی، تو تایلند، چین، کره اینا. من میگم اعوذ بالله من شیطان رجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، بزن بریم، قرصه رو بده من میرم جهنم. جهنم شرف داره به اینا. چه این مردی که با اون زبون های مسخرشون، با اون چشم های تنگشون، با این قیافه های اخلاق های کالچر زشتشون، فرهنگ زشتشون، از بس که بو میدن، از بس که جق 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 مثل بچه گربه ها زر میزنن. بهترین فرهنگ، بهترین تمدن در کل دنیا فقط ایران. هیچ جای دنیا مثل ایران نمیشه. مردمان عزیز با فرهنگ، تمدن. حتی همین آمریکایی که میگن کشور اول اینا، هر چی بکنی جز این که پول داشته باشن و نمیدونم بیزنس دارن و علم پیشرفت کرده، ولی وقتی تو درونشون میری صفرن، فرهنگ و شخصیت ندارن. ولی کلا ایرانی ها همه چی رو با هم دارن: شخصیت، فرهنگ، تمدن، تاریخ، باهوشی، اسمارت بودن، همه چی. بفرمایید. نوبت جمیل است. جمیل زر بزن. من دیگه والا زری برام نمونده، همه رو زدین شما، من چی بگم؟ شما بگو رامین. پیش بکنم جمیله، بکنم یه جایی اصلا صدای جوشکاری میاد، دارن کنارش بکنم. نه عزیزم، اصلا من جوشکارم، بعد دیگه وسایل هم اینا همه تو خونه است دیگه، مشتری ها جوششون رو انجام میدم، جوش میزنم دیگه، سر صدا داره دیگه، ببخشید شما. اوکی اوکی، صدا تو قسمانی راحت تری بکنم، بگم صدا تو قسمانی آفرینجو خیلی راحت. دمت گم، اینا ناختی پایینی چه بود خدا بکی؟ داشت از صداشم میابودی داشت کرد ما میکرد. من ننداختم باره، احساس دستم. احساس میکردم شبکه 4. سلام آقا، احساس میکردم آمدم شبکه 4. برشت خوبی؟ ممنونم، سلام کردم اولش، من متوجه نشدم چه خبر. من آریان جان داشتم صحبت میکردم، وقت نشد سلام علیکم کنم. آریان من فرشته رو دیدم، فرشته آریم، فرشته خدایی یکی از بهترین شخصایی بوده که من تو زندگیم دیدم، از جز شیمیلا. یعنی ببین، خوشگل، جذاب، مهراب، یعنی ببین هر چی تو بگی آریم این فرشته داره. سلام بهار، لطف داری. مرسی سوهل، این پیج دومشه فرشته. آره واش بلونده، پروفایلش پیج دومشه، بیاد بالا. اولش چی شده؟ با اون پیجه چون خانواده شون رو فکر کنم فالو دارم، با اون نمیاد تو لایو، اصلا نمیاد. سویل جان زن آریان، مشکلت هر شد؟ مشکل چی؟ سلام، دنبادت بودن داشتن خواستن بکشنت. آره آره تمام شد. خدا رو شد. چطوری سوهل، خوبی؟ احوالم. چه پیج اولت نمیاد، چی شده؟ خواهرم پیج هم داره دیگه، بخاطر همین سنش هم پایینه دیگه، گفتم نبینه الان تا پیجش پیدا کنم. خب هایدش کن، بیا بلکش کن. آره دیگه، حالا فعلا با پیج دو بینه، پیج فیکش رو نداره. آره هم سنش پایینه به خاطر همین. واگنا اوکی ها کلا دیگه. او خواهر دلان پیج آریان داره، پیج ما رو داره. با از این طرف دوباره میاد تو رو میبینه، یه مثلا چه کاری بود رفتی پیجی تیه زدی؟ با هر کسی بگی پیج آریان پیج ما رو داره، دوباره مثلا این اومدی
مثلا چه بکنی پیج دوم ما زدی آمدی بولا میشم نه پیشنم سر میره بکن چه خبر خوبی به چی طوری مرسی فرشته طعم چیه این طعم پرتقال نعناه این یکی قلیون هم دوست قلیون زیاد دارم خب چند تا داری؟ قلیون خیلی زیاد دارم میخوای نشون بدم همه رو خونم فقط بگو چند تا داری؟ هفتا هفتا داری یعنی تو هر کدومش یه طعم جدا میکشی آره یه طعم جدا میکشی طعم جدا میکشی من فقط یه دونه دارم دیگه خرکی همه چی روش میذارم خب اون موقع طعمش بد بعد اصلا من اهل قلیون نیستم ببین من الان تو میکشی حواس میکنم میرم برای خودم میذارم دو تا دود میزنم بعد میسوزه بعد میذارمش کنار خب زغالشو بعد کم بذاری بعد تنباکو تو خیلی کم بریز میدونی در حد یه بند انگوش کوچولو بریز که نمیسوزه بعد اصلا من موندم اصلا من فقط با موزیک میتونم قلیون بکشم که هیچکی دور برم نباشه موزیک بذارم تو راحتی تو همه جا راحت میکشی نه آره من کلا صبح تا شب دستم سلام نیکلاس خوبی چطوری آره میخوام چند تا سوال ازت بپرسم این نیکی اومده بذار یکم اینو بیارم میخواد برقصه برامون میخوای منو بندازونه بیار آره نه رامین خیلی وقت بوده رامین مرسی که بودی بذار من اونو بیارم من میارم فرشته خدا بذار آریان خدا 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 نمیای مهمونی سویلا نه عزیزم دست در نکنم چرا بیلان لونه زنبور دو جنس هست آری هم سوهیلا اصلا با شیمیلا چیز نمی کنه اخ نمیشه پیناز دیگه هیچ وقت با کسی دوست نمیشم آخه چرا چون مثلا تو مثلا اینا مثلا این چون سینه نداره این گیه شما سینه دارید خب زم داره دیگه این اصلا این بحثا واقعا خنده داره چون هر کسی گذشته ای داره هیچ کی نمیتونه گذشتش رو پاک کنه خب بعضیاشون واقعا بیادبن مثلا میشینن راجع به مثلا میگن این مریضه اون فلانه این دزده این نمیدونم مشتری خیف میکنه اون نمیدونم انرژی منفی میدن اون جایی که هست این فیش تایپ میکنه ببین آریان اینقدر انرژی منفی داره من روز اول رفتم به جون مامانم کلی انرژی بد دریافت کردم گفتم نه اصلا دیگه نمیتونم اونجا برم خیلی جای بدیه سلام نیکی خیلی خوش اومدین شما. ممنون شما خوبی خیلی خوش اومدین خانوم بچه ها همه خوبه زنده بشین میگم تو نمیخوای کلا گیسه تو چینج کنی یک کوتاه بخر یه بلوند بله در آینده میخوام آینده کی الان دیگه سنسو از عمری ازت نمونده باشه چش باشه خانه چون میگن صورتت زمینش خوبه یه کلاگیست کوتاه از این سو یک صورتی من دارم یه قرمزشو بخر خیلی بهت میاد بذار باری هم مفکشن هم باز کردم خوب ببینم چقدر آخه موهای خودت هم بلند بود اصلا چیز خاصی نبود انقدر دیده نمیشه این سینه داده نیکلو سینه داره با فقط من سینه ندارم چه خبر خوبی آریا ممنون خوبم بد نیستم خدا رو شکر خب اوکی بچه یکم بیا بازی کنیم الان چهار تا آریا یه زنه یه زنه از هر وقت میام تو لایو میگه این زنه چرا سینه نداره این زنه چرا سینه نداره هی بلاکش منظورت با توه آره دیگه میگه این زنه چرا سینه نداره هر چی بلاکش میگه من دیدم اصلا خب درسته بچه یکم بازی کنیم چون الان نیکی اومده نیکی ازم شروع کن از سهیل برو خیلی یواش تو از نیکی شروع کن صدات نمیاد
یکم بلندتر ولو بده. آره فرشت تو انیکی شروع کن. نیکی جان شما چیزی به پسرم حس داری یا فقط به خانم حس داری؟ من فقط خانم. فقط به خانم. خب آخرین باری که کس کردی و طرف تو ارضا کردی کی بود؟ دو ساعت پیش. بعد یه سوال، اون کسایی که شما میکنی خوششون میاد که شما با استایل خانم با سکس کنی با استایل آقا؟ بله خیلی هم دوست. از سوال میکنم. نه گفتش که نیکی گفتش وقتی خانمایی که میکنی دوست دارن تو رو تو استایل مردونه ببینن یا زنونه؟ آه من استایلم واقع کسی بیا خونم کلا مردم، مگه این که مگه رقص و اینا باشه که من بزنم. سوهیلا آخرین باری که کن کردی و طرف رو کلیت کی بود؟ آخرین باری که چی؟ نه شما نه سوهیلا. فکر کنم همون موقع من دو یه ماه پیش بود فکر کنم، درسته؟ دو به خدا. آره تو واقعا من کسی که کثیف کاری میکنه آریم من اصلا میخوابه، اصلا خیلی وحشتناکه برام، اصلا نمیتونم دیگه ادامه بدم. بکنه همون که کرد توش تو بیشتر. بعد اون پسر خوب بود، داف بود، کباب بود کردیش؟ خیلی مرغ بریون بود. چی؟ اون پسر مرغ بریون بود. خب کباب بود، یعنی میگم چیز خوبی بود که میخواستی بکنیش؟ بد نبود، خوب بود. درست نبود. ولی که بوی چیز میاد دیگه آدم اصلا حسش میپره، حسش میپره. خیلی چیزه واقعا نمیشه. آخه نمیدونم اینو که بلد نیستم بدن چرا میدن، خدایی اصلا نمیدونم. من بیارم آره یه تاله شده مثلا سکس دعوات بشه مثلا یه دقیقه توضیح میدی؟ دوام بشه مثلا داشته یکی منو میکرده خیلی عرق میکرده، منم جیغ کشیدم گریه کردم گفتم که چه تبیه برو نمیخوام ادامه بدم چون من خیلی رو عرق حساسم. نمیدونم چرا هر کیم، چرا من نمیدونم چرا اینجوریه. یک زن یا یک پسر یک ترنس وقتی میده هیچ وقت عرق نمیکنه، ولی این مردای لاشی چرا عرق میکنن؟ به خاطر اینه که ممکنه بعضی هاش شیشه استفاده کنن، آدمایی که شیشه میزنن همیشه عرق میکنن. سلام حاجی جان. چی نیکی تو هم از اینایی که تو سکت عرق میکنی؟ نه. بدن چی؟ خشکه؟ بوی خایف سر کوچه میاد. آره به خودم. بله؟ میگم بله. بدنم خشکه. بدنتون خوشگاره. ولی من یه بار دعوا کردم این بود که طرف عرق میکرد، منم سلام هادی جان منم خیلی رو عرق حساسم، یعنی یک مردی عرق کنه بدنش نم داشته باشه حالم بد میشه، اصلا استرس میگیرم و ادامه نمیدم. بعد یوری چیزش کردم هولش دادم گفتم جمع کن بابا های تو سرت انقدر عرق کردی، بعد دیگه که ادامه ندادیم همین بوده. آره تو تابستونم خیلی بده. حالا کاش تابستون بود، تو زمستون. وی اون که دیگه تو زمستون عرق میکنه تو تابستون منفجر میشه، میشه بشکه عرق. نه بعضی ها قده تعرقشون خیلی فعاله، باید برن پزشک و یه سری هورمون استفاده کنن خوب میشه. بعضی ها به خاطر استفاده از یه سری مواد محرک مثل شیشه همیشه عرق میکنن، مخصوصا پیشونیشون. آره هورمون دیگه بالا. ها
حالا من یکی از چیز بپرسم، نوبت منه. نیکی یه سوالی، دو تا سوال میپرسم، یک سوال معنوی میپرسم، یه سکسی. اول به من بگو که به چه امیدی زنده ای؟ به امید بچم. به امید بچم کنارتون باشه. بعد مثلا که مثلا بچه اوکی اینجوری مثلا لباس زنونه میپوشی و کلاگیس میذاری؟ آره دیگه اوکی دیگه. آره دیگه اوکی. اوکی. بعد چیز تو چه سوال دومم؟ سوال دومم معنوی میپرسم. بعد تو کلن چرا نمیخوابی؟ شیشه میزنی؟ چی؟ شیشه میزنی؟ نه من علی کشیدن اصلا نیست. خب چجوری؟ من که روز شب فقط میبینم تو لایبی، کی میخوابی؟ من خوابمو کردم. کی؟ چه ساعتی؟ دو سه ساعت پیش، یک ساعت. خب تو در 24 ساعت یک ساعت میخوابی؟ یک ساعت، دو ساعت دیگه خوابم بیشتر نیست، چون که همین سعی بیدار میشم. ساعت کامل ساعت کردم، انگار دو ساعت و کامل همین انگار که 7-8 ساعت ساعت کردم، بدن من اینجوریه. اوکی، دوباره میریم سوال معنوی دیگه. چرا افکت میذاری؟ خب همین دارم با تیپ بزنه نمیام بالا دیگه، باید افکت بزنم. نه افکت چرا میذاری؟ خب اگه افکت ندارم که نمیشه، در تمام جدام زنونه میتونم. خب یعنی الان یعنی این یعنی یک افکت تو رو زن کرده؟ نگاه کن میتونم آرش استفاده کنم ولی نمیخوام. این روژات مال دهه 50 است، نگاه کنی. البته دهه 50 خیلی خوشگل‌تر بود. خوشگل‌تر. اوکی. بعد یه سوال دیگه، حالا میریم رو سوال سکسی. گفتی دو روز پیش مثلا رابطه داشتی. بعد اینایی که مثلا میان با رابطه میذارن میدونن که تو مجازی هستی میرخصی اینا؟ بله از تو مجازی با هم آشنا شدیم و میان انجام میدیم. چه به فرشته تو چجوری میگی که زنا حرمت دارن و آدم دلش برای زنا میسوزه که این چه وضعیه؟ الان تو فکرشو بکن مثلا زنا تو مجازی میرن به این میدن دیگه، تو چه حرفی داری برای گفتن؟ بابا من الان دایرکتم رو باز کنم یه اسکرین‌شات به تو بدم. زنه اومده 50 سالشه، 1000 تا عکس از خودش و کس و کون و فلان میشه منو فلان کنی. میگم اگه من زن میخواستم بکنم میرفتم زن میگرفتم، چرا اینجوری هم هست؟ نمیتونم اصلا، همه چی عوض شده اصلا، یا مثلا نمیتونم، دنیا تا نابود میشه، واقعا نمیتونم درک کنم. نه نگاه کن یه چیزی بگم دوست عزیز، همه به رابطه جنسی کلان همه یه چیز خدا دادیه. یه لیوانی به چی؟ اسم پسر چیه نیکی؟ مازیار خاله یه لیوان آب برای بابا بیا. نه با یه چیز عاطفی رویه، اصلا چیز زن بودن و مرد بودن نداره. خب نه عشقم، چرا متوجه نیستی؟ اگه سیکس یه چیز روحیه، تو چرا پس با آقا نمیخوابی؟ ممکنه یه آقا عشق تو بشه، تو چرا با یه آقا نمیخوابی؟ چون حس نداری، چون حس نداری. یه زن چجوری میتونه مثلا با یه آدمی بخوابه؟ من اصلا کاری به شما ندارم. شما من خیلی لایبات رو همیشه نگاه میکنم، تو لایب آریم میرخصی. اصلا من کلن حرفم اینه، من اگر زن باشم یعنی واژن داشته باشم، همیشه با یه مرد میخوابم که از فرسخا وقتی نگاش میکنی مردونگی ازش میباره، قد بلند، تحریش، بدنساز، نمیدونم بازوهای گنده. من نظر من رابطه اینجوری قشنگتره، نمیدونم. شما هر کسی یک سلیقه‌ای داره تو زندگیش، البته سلیقه شما
خیلی هم یه جوری من دیدیم کسی لباس زنه بپوشه کس بکنه، واقعا من همه جوری زمان اینو ندیدم. خب مگه چرا سوهل ببخشید سوهل مگه چی الان تو میگی یه مردی لباس زنانه بشه کس بکنه؟ پس یه مردایی داریم که آدم ببینه آدم شاشش میره ولی داره مثل بنز کون میده. خب نه اون حسشه که میده ولی مردوناست میده. ولی اینی که لباس زنانه بپوشی بعد مثلا به کلن به دختر حس داشته باشه خیلی جالب، مثلا ندیدم. خب این بیچاره عزیزم این از مجبوری این کارو میکنه، این به خاطر پول نون شبش، به خاطر پول سیگارش این کارو میکنه. من نگاه کن، من اینقدر دارم که از کسی توقع پول ندارم. یعنی پس به خاطر نیاز اقتصاد مالی این کارو نکردی؟ ببین الان که الان چرا تو با این ظاهر میای؟ چرا یه ظاهر ببین الان من ترنسم اصلا همین جوری هم. ولی ببین تیشرت مردونه تنم نگاه کن فرشته، من 3000 بار دیدم، دو بار با زنونه کامل منو دیده درسته، دو بار فکر کنم سینه ندارم سوکیان دلیل نداره بذارم، دلیل نمیبینم مانتو بپوشم فعلا، اصلا یه جوری خنده کلن این تیپ ظاهر سازیه همین فقط هم مخصوص رقص همه، رقص همون شد اینا همه در میان و به شکل مرده با لباسه میدونیم چرا اصلا باید لباس زنده باشه؟ مگه خرداده لباس زنده میدونیشه میرسه و کچوار میدونم و کرواز میدونم و میان بیرون. الان با این لباس نمیشه با لباس مرده میرقصی؟ چرا میشه؟ مثلا ببخشید هر چیزی همه یک وسیله میخواد، مثلا همه آشپزی حتما ابزار آشپزی لازم داره، من رقص رو تو این لباس دیدم که همه مردم همه یک خورده از اون استرس و ناراحتی که درونشون هست کاسته بشه و یک لحظه خوشی و با هم بودن رو حساب کنن در لایوشون. مرسی بابت صحبت قشنگت، ولی اگه تو میخوای که استرس از مردم کم کنی تو با این ظاهر وحشتناک همه میرینن. خب اون دیگه به طرف داره دیگه، من کار میکردم، من همیان ریدم ولی از خجالت میتونم بلندشم. نیکولاس یه سوال، با خانمایی که رابطه داری رفاقتیه یا خانمایی بیزینسی رابطه میذاری؟ نه رفاقتیه، همین به رفاقت من جوری که همین به ازم همین با من بودن، یعنی خونه من آمدن فکر میکنن خونه دوم خودشونه، یعنی میان راحت زندگی ما میکنیم، مثلا میان بیرون خرید میان این یه خواهم دو تا یک خواهر برادر کنار همین اینجوری. چه جوری یعنی چی تو الان کسو میایی بعد میشه خواهر برادر؟ نه نگاه کن شما اشتباه تصور نکن از مطلب من، نه از مطلبش، مطلب چی بود؟ فرشته گفت کسایی که میاری پولی هم، مطلب چه معنا؟ مطلب چه معنا؟ تو میگی کس میارم میشه خواهر برادر؟ اشتباه برداشت، اشتباه نکن عزیزم، شما الفاظتون اشتباه، شما درست کن فن بیانتو درست کن، به شعور بیننده توهین نکن. داری طرف میگی یه لحظه ستاری، شما فن بیانتو شما گوش کن، من گوش نمی کنم. آریا زمان بازی میکنی کس فروش؟ شما فن بیانتو درست کن، به شعور بیننده توهین نکن. اون خانوم پرسید که شما پایین ها گوش کن. بله گوش کن همه که گوش کن، این کاری کردم که همه تو خونه من راحت هم، همه اینه که میگم خبرار، یعنی که همه به چقدر صمیمی و دوستی بینمون هست، نه که بگم همه مثلا جسارت کنم یا مثلا این اسمو به کار ببرم،
یعنی اینقدر تو خونه من راحتم که شاید تو خونه های دیگه راحت نبودم. تا حالا شما اگر همه تو خونه تو راحتن، تا حالا شده مثلا یه خانومی بیاد بگه نیکلاس من یه مشتری دارم بیام تو همون را بندازم؟ نه من این کار اجازه نمیدم اصلا به هیچ. خب مگه تو راحت نیستی؟ مگه نیتت خیر نیست؟ اگه نمیخوای سالا باشون دوست باشی و مثل خواهر برادر باشی چرا نمیذاری؟ خب این کار من صلاح نمیدونم. صلاح نمیدونه. حالا به خاطر این نیت خیره، به خاطر اینکه صلاح ندونستی و مشتری رو تو همون راه ندادی، من یه موزیک خوشگل برات بذارم، یه رقص به افتخار همه بچه‌ها، برو. اوکی؟ باشه. اوکی اوکی. و یه لباس عربی پوش بده ذلیل مرده. من موزیک نمی‌بازم.